یوناما اعلام کرد حملات عمدی به مراکز درمانی در زمان شیوع کرونا ارائه خدمات بهداشتی و درمانی را مختل کرده است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل یوناما در گزارش ویژه خود تحت عنوان حملات عمدی بر مراکز درمانی در جریان شیوع کووید 19 در افغانستان آورده است، حملات عمدی به مراکز درمانی در زمان شیوع کرونا ارائه خدمات بهداشتی و درمانی را مختل کرده است و ما را از این و ما از ادامه این حملات ابراز نگرانی می کنیم. یونما در این گزارش حملات مسلحانه به مراکز درمانی در افغانستان را از 11 مارس که سازمان بهداشت جهانی شیوع ویروس کرونا در جهان را تأیید کرد تا 23 ماه می مستند کرده است. طی این گزارش در این مدت 15 رویدادی که مراکز درمانی را تحت تأثیر قرار داده ثبت شده است از این میان دوازده حمله عمدی بوده و سه مورد دیگر تصادفی رخ داده است یوناما گفته است که آسیب دیدگان حملات به مراکز درمانی فراتر از قربانیان مستقیم آن هستند و بخش وسیع از جامعه از این نوع حملات متاثر شدند فیونا فرازر رئیس بخش حقوق بشر هیئت کمک رسان سازمان ملل گفت انجام حملات هدفمند به بخش بهداشت و درمان در دوران کرونا زمانی که منابع بهداشتی و درمانی کاهش یافته اقدامی غیر انسانی است اکثر حملات تروریستی آمدانه به مراکز درمانی توسط سنیهای تندروی طالبان و داعش صورت گرفته است